سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تیوی. ما یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره سارا و نیکا فرقانی اصل و حواشی زندگیشون. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما با خبر بشید زنگوله یه کنارش رو بزنید. سارا و نیکا فرقانی اصل، متولد 8 مرداد ماه سال 1383 در تهران و ساکن سوئد هستند. این دو خواهر بازیگر هنوز 1 ساله نشده بودند که وارد عرصه هنر شدند و با سریال پایتخت به شهرت رسیدند. در حال حاضر در سوئد زندگی می‌کنند و نیکا 1 دقیقه از سارا بزرگتره. اولین تجربه حضور هنری سارا و نیکا به سریال دوباره زندگی به کارگردانی نادر مقدس در سال 1384 برمی‌گرده که 9 ماهه بودند و در آن سریال نقش 2 خواهر را ایفا می‌کردند که در کودکی از همدیگه جدا شده بودند. یکی در خانواده ثروتمند و دیگری در خانواده مذهبی بزرگ شده بود. آقای رسول حاتمی بر اساس شناختی که از این خانواده در سریال دوباره زندگی داشت، اونا را برای بازی در سریال پایتخت به سیروس مقدم معرفی کرد و پس از تست دادن در دفتر برزونیک نژاد، فیلم نام نویس این مجموعه برای نقش دوقلوهای پایتخت انتخاب شده. سارا و نیکا در مصاحبه‌های گوناگونی که با رسانه‌ها داشتن همواره در پاسخ به این سوال که علاقه‌ای به بازیگری دارن یا نه پاسخ دادن در حال حاضر هنوز تصمیمی نگرفتن و دوست دارن درس خوندن را ادامه بدن. نیکا به دامپزشکی علاقه داره و عکس‌های زیادی از این دو خواهر در کنار سگ‌های مختلف منتشر شده. سری اول سریال پایتخت در نوروز 90 از شبکه 1 پخش شد. کم کم با فصل‌های 2، 3 و 4 این بچه‌ها دیده شدن و به شهرت رسیدن. تنها تجربه بازی این دو خواهر با پایتخت بود. در این سریال سارا و نیکا نقش فرزندان نقی معمولی رو بازی می‌کردند. پدر سارا و نیکا فوتبالیست بود و تو لیگ جوانان در تیم‌های عقاب براها هم 15 سال توپ زد و به خاطر حادثه‌ای که تو فوتبال براش پیش اومد دیگه نتونست فوتبال رو ادامه بده و بعد از مدتی پس از فصل دوم سریال پایتخت از سال 1392 خانواده فرقانی اصل برای ادامه تحصیل دختران دوقلو عازم کشور سوئد شدن تا دخترها در این کشور به تحصیلات خود ادامه بدن. مادر سارا و نیکا در خصوص مهاجرت به سوئد و سریال پایتخت میگه: راستش با خانم قفوری، تهیه کننده ی سریال پایتخت و آقای مقدم قرار گذاشتیم هر سال که سریال پایتخت ساخته بشه سارا و نیکا رو به ایران بیاریم تا بازی کنند و بعد به سوئد برگردونم. فعلا نمیخوایم بچه‌ها بازیگرشن، زیرا الان در مرحله‌ای هستن که باید درس بخونن و بازی در پایتخت براشون کافیه. سارا و نیکا در طول این سالها در ساخت مجموعه‌های پایتخت روز به روز نقششون پررنگ‌تر شده. اگرچه در سریال پایتخت 1 دیالوگ‌های اونها بسیار کوتاه و تک کلمه‌ای بود، ولی با بزرگ شدن دوقلوها نویسندگان با فراغ بال برای اونها متن می‌نویسند، به طوری که در پایتخت 3 اسم رستوران هما و عمه فهیمه رستوران سارا و نیکا بود که بخشی از داستان را به خود اختصاص داده بود. با حضور سارا و نیکا در سریال پایتخت 5 بخش زیادتری از بار داستان با اونا اختصاص پیدا کرد، تا جایی که هومن حاجی عبداللهی بازیگر نقش رحمت در سکانسی از این سریال از ارسطو میخواد که سارا و نیکا رو برای برادرانش رحمان و رحیم از نقی خواستگاری کنه و این خود نوعی نوید برای پررنگتر شدن حضور سارا و نیکا در پایتخت 5 بود. یا در قسمت اول سریال سارا و نیکا، عمه خودشون رو که در مجلس ختم بهبود حالش بد شده بود رو به درمانگاه میبرن. سارا و نیکا به خاطر اینکه از کودکی با اهالی پایتخت بودن، از همون اول ریما رامینفر و محسن تنابنده رو مامان و بابا خطاب کرده و با این کارشون فاصله ها رو کم کردن. اهالی پایتخت نیز هر کاری رو می‌کردن تا به دوقلوها خوش بگذره.
مدتی در جریان ساخت پایتخت 4 شایع شده بود که دو دختر شیرگاهی قرار جای سارا و نیکا رو بگیرن، اما این قضیه منتفی اعلام شد و سارا و نیکا دوباره در پایتخت 4 به ایفای نقش پرداختن. در زمان ایفای نقش در این سریال به تنهایی و به دور از پدر و مادرشون به همراه دایشون در ایران بودن که علی‌رغم سختی دوری بازی در پایتخت رو شیرین می‌دونستن. اما حالا بعد از گذشت سالها که همه بینندگان سارا و نیکا را دخترای نقی معمولی میدونن، این دو خواهر حواشی زیادی رو پشت سر گذاشتن و از سری جدید پایتخت کنار گذاشته شدن و خبر حذف شدن اونا کلی جنجال به پا کرد و حتی پای بازیگران رو نیز به این ماجرا باز کرد و باعث شد اونا نسبت به حذف شدن این دو خواهر واکنش نشون بدن. به نظر میرسه که دلیل حذف این دو خواهر پخش ویدیویی از اونا باشه که در فضای استخ به صورت مخفی ازشون گرفته شده بود و پخش شده بود. در پی انتشار این ویدیو که حذفشون رو از پایتخت 7 تایید میکرد، مهران احمدی بازیگر نقش بهبود که پس از غیبت در چند فصل به پایتخت 6 برگشت، خواستار آن شده که به این دو دختر بی احترامی نشه و بی جهت قضاوتشون نکنن. او گفت شاید اگر شما در شرایط زندگی اونا بودید اشتباهات بزرگتری رو مرتکب میشدید. وی همچنین در بخش دیگری از اظهار نظرش آورده که این دو نوجوان هیچ وقت ادعای بازیگری نداشتن و تایید کرده دین ما و مرام ما همیشه به رسم قلندری و محبت و گذشت بوده و نه انتقام و تنبیه و بی‌معرفتی. مهران احمدی در پایان صحبتاش نوشته سازندگان محترم پایتخت، انشاءالله که موفق باشید. جمله‌ای که حضور او را در ادامه پایتخت در حالی از ابهام می‌برد. در سری جدیدی که از پایتخت ساخته شد، سارا و نیکا نبودند و به مسافرتی رفته بودند و گاهی وقتا تلفنی صحبت می‌کردند. حال این سوال پیش میاد که در سری جدید پایتخت سارا و نیکا حذف میشن، کس دیگری جایگزینشون میشه یا برمیگردن؟ مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز از کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.